گرمترین و صمیمانه ترین سلام های من به شما بینندگان گرامی، امیدوارم خوب و سلامت باشید. سیما بهاری هستم، همراه با همکارم جمیل فرزان در خدمتتون هستیم از برنامه نگاه روز. از وقتی که روحانی به حکومت رسیده یا میتونم بگم رئیس جمهور شده، وعده وعیدهایی داده که تمام مسائل رو حل خواهد کرد. وعده های 100 روزه و 3 ماهه و 30 روزه میده که مشکلات رو حل خواهد کرد. به نظر میاد که سرک میکشه تو همه مشکلاتی که مردم داشتن. اخیراً وزیر اطلاعات سابق دوره خاتمی علی یونسی رو مسئول رسیدگی به امور اقلیت‌های دینی و قومی کرده. در رابطه با همین موضوع گفتگو می‌کنیم با مهمون برنامه‌مون محمد آسنگران. سلام می‌کنم به شما محمد آسنگران، به برنامه نگاه روز خوش اومدید. ما سلام به شما و بینندگان و شنوندگان برنامه‌تون. خب محمد آسنگران، منصوب شدن وزیر اطلاعات سابق علی یونسی و برای اینکه بتونه بررسی کنه مسائل قومی و مذهبی، اقلیت‌های قومی و مذهبی، بخواد به این مسئله پاسخ بده، مورد گفتگومون هست. دوست دارم که از زبان شما بشنویم ببینیم قصد روحانی از وارد شدن به این مسئله چی، اصلا میتونه وارد بشه، واقعا میخواد وارد بشه و حل کنه مسئله رو. قبل از اینکه مستقیم وارد جواب این سوال بشم، این جالبه که این سالهای اخیر و 3-4 انتخابات آخرین موردهای جمهوری اسلامی همیشه با این تم همراهه، پرداختن به مسئله قومیت ها و اقلیت‌های مذهبی. این دو تا موضوع رو برای هر کسی روشن میکنه. یکی این که این موضوع اینقدر دیگه فشار و ستم اعمال شده، مردم اعتراضشون اجتماعی شده و طوری شده که حتی سران رژیم هم که میخوان خودشون کاندید کنن برای این پست ریاست جمهوری ناچار میشن یا بالاخره یه موضوعی در این زمینه مطرح کنن، ولی همشون یک حرف ثابت هم دارن، اونم این که بندهای اجرا نشده قانون اساسی رو میخوایم اجرا کنیم. این تمام قولیه که موسوی داد، کروبی داد، الان هم روحانی داده و قبلا هم خاتمی همین قول رو داده بود. اولا خود قانون اساسیشون یه قانون آپارتایده، آپارتاید به معنای کامل کلمه. دوما همون حدی هم که اینا میخوان بپردازن به قول خودشون به این مسائل نتونستن، چون الان از دوران دوره خاتمی و دوره احمدی نژاد، این 4 دوره 4 ساله 16 ساله ظاهرا اینا هی میخوان بپردازن و هی نمیپردازن و اخیرا هم روحانی دوباره همین حرف زده. بنابراین اولین مسئله اینه که این قول و قرارا فرهنگ رندانه آخونده و بچه مسلمان هایی که اگرم پا به سن گذاشتن، لومپنیزمشون در نوع خودش هنوز برجسته است. دروغگویی، ریاکاری، کلاهبرداری کاریه که همشون از دم توش خبره هستن. ولی کار ساده‌ایه، بالاخره مردم حقوق شهروندی مساوی اگر تو اون جامعه ما بشه، نه مسئله قومیت مطرح، نه مسئله اقلیت مذهبی، نه اقلیت قومی، هیچ کدوم. داستان اینه که اینو قبول ندارن، اینو این کارو نمی‌کنن و میان با این ترفنده و این حرفا. و به حال اخیراً هم یونسی انتخاب کردن، ظاهراً اون دوره چون مسئول وزارت اطلاعات بوده، بالاخره کار امنیتی زیاد کرده تو این مناطق با مسائل و مشکلات نوع امنیتی جمهوری اسلامی تو این مناطق مطلع. روحانی این آورده بالاخره نقطه ضعف ها رو و نقطه قوت ها رو بشناسن از نظر یک متخصص امنیتی که بدونن چطوری در مقابل مردم وایسن، کجا یک ذره شل کنن، کجا در مقابل مردم وایسن و قاطعانه اقدامات امنیتیشون رو بکارن. تمام داستان و هدف تو این چارچوب میشه توضیحش داد و الا بقیهش
فرهنگ رندانه آخوند و نمیشه زیاد بهش اعتماد کرد. بله، روحانی ادعا میکنه که مسئله آشتی ملی رو پیگیری خواهد کرد. واقعا روحانی آشتی ملی رو قراره که با کی به سرانجام برسونه؟ همین آشتی ملی وقتی میگن یعنی ظاهرا ملیت هایی بودن در جنگ با هم بودن و یک ناجی پیدا شده که میخواد آشتی ملی ها رو بیاره. اولا این مردم هیچ وقت، اونایی که منتسبند به ملیت ها و مذاهب مختلف، هیچ وقت با هم مشکل نداشتن، هیچ وقت با هم جنگ نداشتن. تمام داستان اینه دولت های سرکوبگر اومدن حقوق مردم رو ضایع کردن، سرکوب کردن، حقوق شهروندی رو زیر پا له کردن. الان هم میان با شعار آشتی ملی. آشتی ملی چی؟ برو کنار. اگر میخوای آشتی ملی و اتفاق بیفته باید تو بری کنار، باید خود این رژیم بره کنار، چون مانع اصلی تأمین شدن حقوق مردم خود این رژیمه. و وقتی یکی از افراد و سران این رژیم یا این حرف رو میزنه، بیشتر مایه خنده است، بیشتر باید بینه رو به تمسخر گرفت. والا باید گفت آقا سرکوب نکن، زندانی نکن، اعدام نکن، شکنجه نکن و زندانی سیاسی رو آزاد کنین، زندانی هزاران نفری که انداختی زندان. اون موقع مردم بالاخره میدونن چی کار کنن. تو که سرکوب میکنی، زندان درست کردی، پلیس و سگ و آخوند و همه شکنجگرا رو انداختی جون مردم، حالا میخوای با شعار آشتی ملی کلا سر کی بذاری؟ مردم این آخوندا رو میشناسن، مردم جمهوری اسلامی رو میشناسن و اینایی که این حرف رو میزنن اساسا خطابشون به تعدادی عوامل خودشونه که دستشون تو جیب جمهوری اسلامی تو این مناطق، مثلا مثل کردستان، آذربایجان یا مناطق دیگه. به هر حال یا آخوندن مثل اونا از نوع سنیش، یا نه سرمایه‌دارایی هستن که به هر حال شریکن و تو دزدیا میخوان شریک باشن و این پیغام آشتی رو ظاهرا به اینا ممکنه بده که سهم اونها رو بیشتر خواهند کرد، یه درجه سر کیسه رو شل میکنن، اونجا هم اگه دزدی کردن یا امکان دزدی هست برن دست به کار بشن. و الا آشتی با چی؟ با کی؟ رژیمی که خودش به شکل قهر و خشونت و بیرحمی مردم، حقوق مردم رو زیر پا له کرده، شعار آشتی ملی میده. این به نظر من بیشتر از این که کسی رو فریب بده، اساسا چهره فریبکارا رو بیشتر روشن میکنه و فکر نمیکنم مردم توهم به این چیزا داشته باشن. چرا؟ ممکنه مثلا تعدادی از آخوندهای همکیش نوع سنیشون خب به این امیدوار بشن، یا تعدادی از سرمایه‌داران تو مناطق کردنشین یا عربنشین یا بلوچنشین، آخوندها بالاخره امیدوار بشن که اونا رو به حساب میارن، اینا میتونن یه درجه سهم این چپاول رو عاید خودشون بکنن. در غیر این صورت مردم با وجود این رژیم هیچ وقت روی خوش با روی زندگی خودشون نخواهند دید، هیچ وقت امکان این که مسئله ستم ملی حل بشه ممکن نیست، هیچ وقت امکان این که با وجود جمهوری اسلامی تبعیض بین مذاهب مختلف حل بشه ممکن نیست. آخه مگه میشه تصور کرد جمهوری اسلامی حقوق بهایا رو مثل شیعه های اثناعشری به رسمیت بشناسه؟ این نه از دوران قبل، دوران امامان هزار و چند سال پیشون تا الان این اتفاق نیفتاده. حالا آخوند روحانی میخواد این کارو بکنه، کمی جای تعجب نیست. به هر حال میخوام بگم اتفاقا محمد آسنگران این چی اینا سر جای خودش نیست و این قول و قراری هم حتی ندادن. یه نیروی امنیتی، یه آدم امنیتی خودشون آوردن گذاشتن اونجا بتونن کنترل کنن بیشتر این مناطق رو، یعنی اعتراضات رو، تا اینکه حقوقی رو به مردم بالاخره اعطا کنن یا لااقل ستم رو. بله، محمد آسنگران اتفاقا در رابطه با همین صحبتی که الان شما کردین، بخشی از مثلا سرمایه‌دارای کرد یا غیره ممکنه که برن طرف این وعده و ایدا، منم میخوام همین رو مطرح بکنم. اصلاح طلبای کرد همراه با بخشی از ناسیونالیستای کرد خواهان این شدن که وعده و ایدایی که روحانی میده عملی بشه یا به هر حال توی این مایه ها. خب این وعده و ایدا واقعا قراره که حتی تو همون وعده و ایدا قراره که چه چیزی متعلق به قومیت ها و ملیت ها و غیره بشه؟ من میگم خیلی ساده است. خود قانون اساسیشون رو که همه شون ظاهرن
نهایت رادیکالیزمشون اینه، فرض کنیم قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون کم و کاست اجرا شد، از این بیشتر که نمیتونه بره. اگر تازه این اجرا بشه، هیچ آدمی که منتسب به ملیت غیر فارس و مذهب غیر شیعه باشه، امکان این که بتونه خودش رئیس جمهور بشه نداره. امکان این که تبدیل بشه به یک وزیر و وکیلی که تصمیم گیرنده نهایی باشه نداره. امکان این که قانون گذاران بالاخره به نسبت آدمای لایق انتخاب بشن نداره، بخاطر اینکه انتخابات اون جامعه وجود نداره. تمام داستان اینه که اینا 1001 قربال گذاشتن، 100 گذاشتن و بعد زمین اداره میکنن. بخاطر همین میگم هیچی تو چنده اینا نیست. تمام مسئله اینه که اینا تصویب کردن، قانون کردن که کسی که شیعه نباشه و اونم از نوع اثنا‌عشریش و تازه اگرم این نباشه که هیچی، حقوقی نداری، معلومه که دیگه نمیشه روی این موضوع زیاد حرف زد و حساب کرد. بله، تازه بین شیعه اثناشری، میبخشید، بین شیعه اثناشری باید تازه ولی فقیر رو قبول داشته باشی، هیچی، التزام عملی رو به آقایان ثابت کرده باشی. من میگم بین خب کجای این داستان به حقوق شهروندی نزدیک میشه، بجز این که بخوان اساسا مردم رو تهدید و محدود بکنن. برام این بسیار به نظر من روشنه و نباید کسی توهمی داشته باشه، و اگر اونایی که میخوان توهم داشته باشن منفعت دارن، مسئله دیگه توهم نیست. بله، خب محمد آسنگران، اینکه علی یونسی انتصاب میشه برای این امر، با توجه به اینکه علی یونسی خودش یه عنصر به اصطلاح اطلاعاتی مهمه، امنیتی مهم هست، آیا نگاه جمهوری اسلامی را به این مسئله به صورت امنیتیش نشون نمیده؟ معلومه همینطوری هست. کسی که تو این مقام انتخاب میشه داستانش روشنه. یه آدم عادی، حتی کسی که از همون سرمایه دارن و از همون آخوندهایی که بهشون تبعیض روا داشتن و مثل آخوند یا سرمایه دار نوع شیعه اثنا‌عشری نزدیک به دولت و نزدیک به خامنه و بیت رهبری نبوده، مثلا همون آخوندهای سنی مذهب، همون آخوندهای نمیدونم رهبرای مذهبی بهایی، رهبرای مذهبی نمیدونم یهودی، همونام اگر یکی از اونا رو انتخاب میکرد به عنوان این مقام، باز هم میشد تصور کرد که جمهوری اسلامی بالاخره بین مرتجعین میخواد تساوی قائل بشه، نه بین مردم، حتی بین مرتجعین هم تساوی نمیخواد قائل بشه. اینا یک نیروی امنیتی خودشونو که کار کشته است آوردن تو این مقام گذاشتن، ببینند اگر تو منطقه کردستان، آذربایجان، بلوچستان یا هر منطقه دیگه ای که این مسائل مطرح، این اعتراضات هست، اعتراضاتی اگر هست چجوری میشه مهارش کرد، چطوری میشه از درون مهارش کرد در درجه اول، و در درجه دوم چطوری میشه سرکوب خونینش کرد بدون اینکه مشکلی برای خود نظامشون وجود بیاد. این داستان و این آقا رو بخاطر این انتخاب کردن، هیچ دلیل دیگه ای نداره. بله، معمولا ما وقتی که موضوعی رو مورد بررسی قرار میدیم میخوایم ببینیم که جایگاه مردم تو این مسئله کجاست. خب حالا به نظر شما برخورد مردم به این قضیه باید چه جوری باشه، با توجه به اینکه وقت زیادی هم نداریم، وقتمون طول زیاد نیست؟ من فکر میکنم مردم بدون توهم به این مقام و به این تصمیمات و به این آخوند و اون آخوند باید کار خودشون بکنن. مردم تا وقتی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی زندگی میکنن، غیر ممکنه بهبودی تو زندگیشون حاصل بشه. همین الان میبینیم دیگه، یکی دو هفته رفتن دنبال نوع دیپلماسی که بخوان بالاخره از نظر خودشون تحریما را کم کنن، و مثل آخوند لاقل مرتجع معمولی دولت ها و کشورهای دیگه حرف بزنن، حتی اینش هم نتونستن. الان زدن به تیپ هم دیگه، میبینیم که آخرین مورد کیهان شهید مدایی تیتر کرده که وزیر امور خارجه آقای روحانی به حال به غلط کردن افتاده. میخوام بگم این داستان اینا، به خودشون رحم نمیکنن، خودشون حقوق خودشون رعایت نمیکنن. همین موسوی کروبی که دردانه های خمینی و
رفسنجانی و خود همین خامنه ای هم بودن الان هنوز تو زندان و تو حسرن و تعداد خیلی بیشتر از اینا. بنابراین به این مردم چه توقعی از اینا باید داشته باشه؟ مردم تنها راهشون اینه که این رژیم رو از صحنه روزگار پاک کنن. در غیر این صورت راه حلی با وجود جمهوری اسلامی برای بهبود زندگی مردم غیر قابل تصوره. بله خیلی متشکر از شما محمد آسنگران. مرسی، با تشکر شما. بله بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو شنیدید با محمد آسنگران در رابطه با انتصاب شدن علی یونسی به اون برای حل مسئله اقلیت‌ها و قومیت‌ها. امیدوارم که این بحث مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو با ما در میون بذارید. من سیما بهاری، همکارم جمیل فرزان و همکار تهیه کنندمون محمد شکوهی برای شما ساعات و لحظه‌های خوبی آرزو مندیم. سربلند باشید.